سلام، تلویزیون پیام افغان پنجره اروپا است. فراق یار چنان زار و ناتوانم کرد که چند بار اجل آمد و مرا نشناخت. ای شب و پاس صحبت دیرین خدای را، ای شب و پاس صحبت دیرین خدای را، با او بگو حکایت شب زنده داریم، با او بگو چی میکشم از درد اشتیاق، شاید وفا کند به شتابت و یاری. به نام خدا و عرض سلام بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 17 دسامبر 2018 از شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان با نشر یک برنامه ویژه هنری در خدمت شما قرار داریم. از نشر ای آهنگ زیبا شاید شما حد صده باشین. در فیسبوک هم قبلا به اطلاعاتان رسانده بودم که امشب مهمان بسیار ارجمنده در برنامه داریم. ما سراینده آهنگ های بسیار زیبا و ماندگار که هر یک ما از آهنگ های بسیار زیبا خاطره داریم، دکتر صادق فطرت ناشناس از طریق خط اسکایپ از لندن با خود داریم که با دکتر صادق امشب در مورد اثر نیم قرن با ترانه های ناشناس و زندگی بسیار پربار هنریشان ما و شما صحبت های داشته باشیم. ابتدا ما دکتر صادق ناشناس خوش آمدید میگم به شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان برنامه پنجره اروپا. دکتر صاحب بسیار زد خوش آمدین. السلام علیکم استاد معظم جناب ناصر آریان، بسیار خوش هستم که شما را بسیار دیر باد، اما دیر باد میبینم و خوب میبینم و خوش میبینم و صحتمند میبینم. بسیار خوب هستم. برای اولین دفعه ما سپاسگزاری خود از پیام افغان بس. که دوستای بسیار خوبی را دوره هم جمع کردن و دمی لاین و دمی چینل اونها را فرصت دادن که با دوستا ببینن و با افغانهایی که دور از وطن هستن با هم ببینن و دوست افغانها را با هم دیگر معرفی کنن کی در کجا واقع است و در چه حال هست. از آقای عمر خطاب که برگرداننده امی پروگرام و امی چینل و پیش برنده امی هست، از اونا سپاسگزاری میکنم، از شما سپاسگزاری میکنم که در دوری به یاد ما افتادن و خواستن که چند گپ با ما بزنن و مرا با شنونده ها یک جای بسازن. امی یک وصال است که بعد از فراق بسیار طولانی برای ما میسر میشه امشب. شکرگزار شما هم هستیم، سپاسگزار شما هستیم دوست عزیز ما استاد محترم ناصر آریان صاحب. تشکر استاد، شما هستین. دزم تا که فراموشم نشوه، ما از دکتر صاحب زاکرشاه سادات که در کنار شما امی فعلا تشریف دارن، از شان جهان سپاس میکنم که در راه اندازی این گفت و شنود بسیار ما را همکاری کردن و فعلا هم در کنار شما هستن. خوب دکتر صاحب، یقینا شما در این اواخر صحبت ها و گفتشنوت های بسیار پربار داشتین در رسانه ها. ما تلاش میکنم که گفتشنوت امشب خود ما قسمی بگیریم که سوالات نوی از شما مطرح کنیم و به جهات بر بگردیم که چیزهایی که از شما پرسیده نشده، ولی در عین زمان میخوایم که روال گفتشنوت کمی
ساده نگاه کنیم، یعنی سوالای بسیار جدی مطرح نکنم و بر بگردیم به آهنگ های بسیار ماندگار شما هم. ولی امشب قرار گذاشتیم که تناس بس سوالات از طریق فیسبوک سین به سوالات تحریری پاسخ را میشه. از گرفتن تلفن ها امشب بینندگان عزیز ما را معذور بدارین. شما میتونین دوستای عزیز سوالات خود از طریق فیسبوک مطرح کنین، ما سوالات شما را برای دکتر سیب پیشکش میداریم. دکتر سیب، شما اثر بسیار گرانبهای خود که نیم قرن با ترانه های ناشناس است حدود دو ماه بیشتر انتشار دادین و تقریبا نسخه های عزیز در سراسر دنیا پراگنده شد. میخوایم احساس فعلی شما را و برداشت که تا امی لحظه بعد از نشر از این کتاب شما دارین، این اندک از شما بپرسم که چه احساس دارین، چگونه استقبال شدی از سر شما و یا انوز هم خود توضیح کتاب ادامه داره؟ در این مورد میخواستم از امیجا اولین پرسش خود آغاز کنم. استاد معظم، بسیار سوال بجای و سوال بسیار مهم است چیزی که شما پرسیدین. ما در وطن با هنرمندا رابطه نهایت خوب داشتیم و همیشه دید و وادید در رادیو و در بیرون از رادیو در محیط کابل در وقت صلح و سلامتی با هم داشتیم. با ضروریات و نیازمندی های اینها آشنا بودم. بله. مخصوصا در این دوری از وطن، در این تنهایی ها و در این بدبختی ها و در این دربدری ها و اینا، تماس ما با اونها بیشتر شده. بله. بیش از پیش شده و یعنی با لحظات بسیار نیازمندی های از اینا هم، با لحظات بسیار خوش اینا هم، با لحظات بسیار ناخوشایند هم با اینها آشنا بودیم و نزدیک بودیم با اینها. با ضروریات و نیازمندی های از اینا هم به قدر کافی آشنا شدم. بله. یعنی طول 26 27 سالی که ما در مهاجرت و در بدلی بودیم، بله، در همه وقت به می فکر بودیم که یک کار باید برای اینها شوه، چی در داخل وطن و چی در خارج وطن، کسایی که وجود دارن و زندگی میکنن از مجبوریت، برای اونها یک کار بکنم که امو به درد اینها بخوره. در وطن هم امی فکر بودم اونجا، ولی در اونجا کتاب خانه ها بود، در اونجا معلمین بود، استادها بودن، هر سوالی که در دلشان بوده امو سوال مطرح کردن و حل شده. اما در خارج امی امکانات میسر شده که در اونجا بوده در اینجا متاسفانه میسر نبوده. به می فکر افتادم که باید یک کار بکنم که امینا را در یک جای جمع کنم و در اختیار اینها بگذارم. در این 4-5 سال سخت متوجه زمین بودم، اگر سر ما صدا کردن کانسر چرا نمیتی، هم امیر عذر می آوردم، اگر دید و وادید نمی شد هم امیر عذر می آوردم، اگر مهمان می کردن و نمی رفتم هم امیر عذر می آوردن، اگر گوشه نشینی می کردم و انزوای مرا تقبیح میکردن و مرا تشویق میکردن به این که با اونها یک جای باشم، هم امی عذر می آوردم که من مصروف کتاب هستم و همگی منتظر بودن. مخصوصا در این اواخر اینقدر زیاد امی تقاضاهای از اونها شد که کتاب چی شد، کتاب چی شد. آخر من گفتم شما مرا دیوانه کردین و کتاب مرا دیوانه کرده شد. بله. دیگه به هر صورت امی کتاب به سر رساندم و با کمک امی رفیقایی که ما در سپاسگزاری به امی چیز صفحات اول کتاب ما اونا را مطرح کردیم، نامهای از اونا را گرفتیم، و با کمک از امینا امی کتاب رفتیم مسافرت کردیم تا چین، رفتیم امی کتاب چاپ کردیم و آوردیم و امی آرزو برآورده شد. اینال این که امی کتاب چی هست؟ ما بر شما بگیم که در مدت 100 سال از امی هر حسابی که ما میکنم از محترم و مرحوم و مغفور استاد قاسم شروع میکنم. صاحب مکتب بود، صاحب شخصیت هنری بود و یک متانت خاصی داشت در بین اهل خرابات. از فرد
از اطفال گرفته تا امو پیسترین اینها همگی برش احترام داشتن. از همون زمان تا آلره که 100 سال میگذره هیچ کس به فکر از این نفتاد که می آثاره که خودش در رادیو میخانه یا در مجالس میخانه امونا رو جمع آوری کنه و برای بیننده ها و شنونده های از او، برای خوشدار های از او، برای هواخواه های از او امونا مطرح شون و در محیط امونا رو عرضه کنه بگه که من چی خواندن های در این زمان اجرا کردیم. امی نبوده دیگه. ما امی رو گفتم خب یکی از شنونده ها اگر امی کار میکرد میگفتم خب درسته تو اونم کار شده، اگه یکی از خواننده ها و هنرمنده ها میکار میشد هم میگفتم اونه کار شده ضرورت نیست به کسی که امیر کسی نکرده بود دیگه. ما امی کار به دوش خود گرفتم و تمام خواندن هایی که در مدت امی 60-65 سال ما اجرا کرده بودم 500 یا 600 خواندن، اما شمار دقیقش پیش من نیست. بسیاری سرود ها را خواندیم به یاد ما حتی نیست امیاله و آثارش وجود هم نداره، در وقتا ثبت هم نبوده. خب امونا را در حدود توان 90-95 فیصد از اونها را در می کتاب آوردم جمع آوری کردم که در کدام راگ خوانده شده، در کدام تال خوانده شده، امونا را هم ذکر کردم. امیرم کسی که امی کار را نکده بود، شافرزایی که امرایش خواندیم امونا را ذکر کردم، امونا را هم کسی دیگه. اینا نیم کتاب من امو آثاری را که ما خواندیم به زبان پشتو، به زبان دری، به زبان اردو و هندی، امونا را همه گیشه در کتاب آوردیم. همه گی نه، 90-95 فیصد شد در می کتاب آوردیم. و نیم کتاب دیگه برای فهمیدن اشعار زنا. اشعار زنا اکثرش ما مراجعه ما به اشعار عارفانه و صوفیانه بوده. تشکر دکتر صاحب، امی صحبت با شما ادامه میتیم. ولی امی یک گوشی سوال ما ای بود که یک مدت بیشتر از 2 ماه شد یا 3 ماه شد که کتاب توزیع شده، امی فیدبک یا عکس العمل را که تا حال شما دیدین چقدر از راضی هستین از جامعه افغانی ما؟ بله کاملا درست است. ما سوال شما را مطلق فهمیدم و سوال بسیار بجای و بسیار معقول و بسیار ضرور بوده. یک دنیا تشکر از این سوال. انعکاس از این دو سه حالت مختلف داره. یک تعداد که ما از اونها هیچ توقع نداشتم اونها توصیف کردن و گفتن که امی ما یک گم شده خدا یافتیم، یک چیزی که آرزو داشتیم به امون رسیدیم، امونا را فهمیدیم. شمار از اونها زیاد نیست، کم هست. اما یک شمار دیگه که ما از اونها توقع داشتیم که اونها میخوانن و عکس العمل خود برای ما زود نشان میتن و نارسایی ها و بیچارگی های ما را در نوشتن امی کتاب و در آوردن امون مطالبی که در کتاب آوردیم سر از اونها یک ایرادی میگیرم چه اونا خاموش هستن، چیزی نمیگن. من نمیفهم که از حسادت است یا ایست که هنوز به مو مرحله نرسیدن، کتاب به پایان نرساندن، از این خاطر پیش از وقت امیر فکر میکنن، یا شاید فکر میکنن که من شاید آزرده شم از شنیدن انتقاد و ایراد در کتاب. ما یک چیز برای شما بگم که امو مقوله عامه که ما و شما داریم، استاد محترم مرا استاد نگوین، دکتر صاحب ناصر بگوین که فقط میکنم شما بزرگ حق استادی از شما هست. خواهش میکنم، خواهش میکنم. با مو اما ثوره که شما استادانه برنامه ها را پیش بردین، ما اگر ادعا نکنم که همه پروگرام ها را دقیقا شنیدیم، حداقل ما خواسته میتونم که جسته و گریخته برنامه ها را، اکثر برنامه های شما را شنیدیم. اما قدر دقیق، اما قدر بیطرفانه، اما قدر عادلانه و اما قدر خونسردانه اما نام می باشه که برای شما آفرین میگم که در این شرایط موجود هر جایی که شما میبینین یک طرف رو میگیرن. آدم میبینه که طرف امتی، طرف لسانی، طرف مذهبی امینا رو داره با خود، صحبت میکنه اما امینا رو داره. ولی برنامه های شما رو ما مبرا از همه چیزا دیدیم، به کلی معرا و عالی از همه چیزها بوده. و این آفرین از این متوجه شما میشه استاد محترم. از این خاطر من که استاد میگم هوایی نیست و به شاخی باز نمی کنم استاد، این مثل که مردم دیگه استاد من رای که استاد میگن. ما برای شما هم یک چیز بگم، در موسیقی دو چیز هست، یکی سر هست امی آهنگ است که آهنگی خوشایند و جاذب و جالب باشه، و یکی هم
سال و سبله است که اینا باید لی و سال که اینا باید فاصله های معین داشته باشد به حاضر زمانی و اینا و موقت های خودم ضربات خود بیانید دمی هر دویش من جنجال داشتیم با سر یک هرمونیه را که من 5-6 سال توقف در موسیقی ما آمد در یک جای مجبور شد من را گفتن که چند آهنگ باید ثبت کنی من گفتم یک هرمونیه باشه هرمونیه را به دست آوردم سرزی من تمرین کردم برای 3 ماه تمرین کردم روز 3 ساعت و 4 ساعت اما آواز خودم هم حالت عادی رساندم در جای در لاهور آمدیم که امور ما ثبت کنم اما استاد همونجا گفت که هرمونیه شما بیستور است شما فکر کنید 3 ماه ما با می هرمونیه سر و کار داشتیم ما میره نفهمیدیم که اینمی بیستور است اینی معلومات ما در سر بود در تال اینی 26 سال است که ما طبله ها را روی سیلی ثبت کردیم اما اونا را شروع میکنم برزید که طبلهی لب طبله نواز ما بسیار مشکل است برایم از لحاظ پولی هم امکاناتش ندارم از لحاظ جای هم امکاناتش ندارم که اونا را بیارم اما اونا برای ما یاد بتنم و چیزه اما اونا را در یک جای ثبت کردیم 3-4-5 سال معروف است اما اونا را سر از اونا ما کار میکنم سآل ما مسلط سر سال نیستم شما فکر کنم امیدید مرا استاد خطاب میکنن یک آن دفعه خجالت میکنم میکنم خواهش میکنم مرا استاد نگوید دیگه اینا لی ما که شما را استاد میکنم ما برنامه های شما را دیدیم نطقه های شما را مکالمه های شما را مصاحبه های شما را امینا را شنیدیم ما امی استادی را در شما بیشتر میبینیم صادر از این خطر اگر خطاب میکنم در این کوچکترین تملق به چاپلوسی نیست تشکر بسیار لطف کردین دکتر صاحب گل بسیار دلم شوق میزنه که در خلال صحبت ها یه کم کم آهنگای زیبای شما را ببینیم اجازه بتین صحبت ها را دوام میتیم از یک آهنگ بسیار مقبول شما شروع کردیم که جواب شما به هر طب به هر ذوق آهنگ خواندین ما سالهایی که بسیار نوجوان بودیم آهنگایی میشنیدیم از شما که به به ای شب به پاس صحبت دیرین خدای را با او بگو حکایت شب زنده داریم با او بگو که چه میکشم از رنج اشتیاق شاید وفا کند که شتابت بیاریم میخواییم همی آهنگ یک دو سه دقیقه بشنیم صحبت ها را با شما ادامه میتیم و سوالات از فیسبوک هم میگیریم خواهش زار و ناتوانم کرد که چند بار اجل آمد و مرا نشناخت ای شب و پاس صحبت دیرین خدای را ای شب و پاس صحبت دیرین خدای را با او بگو حکایت شب زنده داریم با او بگو چه می کشم از درد اشتیاق شاید وفا کند به شتابت بیاریم شاید وفا کند به شتابت ای شب و پاس صحبت
شعر من بگو که جدایی چه میکنه، های شعر من بگو که جدایی چه میکنه، کاره بکن که در دل سنگش نظر کنی، کاره بکن که در دل سنگش نظر کنی، های چنگ غم که از تو بجز ناله بنفا، های چنگ غم که از تو بجز ناله بنفا، راهی بزن که ناله از این بیشتر کنی، راهی بزن که ناله از این بیشتر کنی، های شب با پاس تو بزن. بسیار زیاد تا آهنگ زیبا با خاطر دارین که شعر از کی هست؟ شعر آهنگ که حالا نشر کردیم؟ متاسفانه امی بعضی اشعار ما از مجله ها یا از بعضی اشخاص گرفتیم بله. که در مجله یا نام امو شاعرش نبوده یا امو شخصی که برای ما امی شعر سپرده امو نفهمیده که کی هست. امی بعضی شعر ها آمدم کتابچه های ما می چیده فقط یک سه نقطه مانده مانایش همیست که امی شاعر ازیر ما نمیفهم از امیرم شعر شاعرش متاسفانه اگر نه امی 90% 95% شعرها را در اونجا امرای راگه که خواندیم امرای تالی که در کدام تال خواندیم امی نارا ذکر کردیم. درست. آقای عمر صدیق در فیسبوک از شما پرسیدن که شعر بیا شبهای مهتاب از کی است؟ باز یک دوست دیگه جواب نوشته کردن که فکر میکنم از مرحوم ضیاء قاری‌زاده است. از ضیاء قاری‌زاده است که به نام کبوتر میخواند. درست. امیر این دفعه امونا خواندن فقط بله. یک چیز بود به نظر من که امو حق امی کمپوز که کمپوز هم فکر میکنم از خود استاد مرحوم ضیاء قاری‌زاده بوده، حق امی خواندن هم بطوری که لازم است. ما ادا نشده فکر کردم که شافرزام اگر که تیزی می بود خوبتر می شد، یک نغمه مگر می داشت خوبتر می شد. ما همونا را علاوه کردم، فقط یک طب آزمایی بود، کدام مقابله و مسابقه نبود با او، فقط همین چیز بود که امی حق خواندن ادا کنم و برای هر کسی دیگه هم حق میتونم که اگر ما چیزی که بود دارم در امی خواندن او باز با می اضافه کنه، این امی خواندن باز بخونه. بسیار خوب دکتر صاحب، سوالات از شما بسیار زیاد است. واقعا این اثر گرانبهای شما را یک کتاب هست که همیشه رفیق است که میتونه آدمی را بار بار بخونه. اشعار بسیار مقبولش شما جمع آوری کردین و در فصلهای بسیار مختلف بحثهای بسیار جالب داشتین، ولی چون وقت برنامه ضیق است ما بسیار نمیخوایم به اصطلاح دیتیلز به هر فصل برم و سوالات از شما مطرح کنم، اما واقعا گنجینه بسیار پربهاست. آقای نظیر حسام یک جلد کتاب هدیه کردن و همیشه که مرا میبینن و میگن چی یک اثر خوبی را برای ما دادی. من شبها تا دو سه قطعه شعر زیرا نخوانم حتی نمیخوابم. به هر صورت امی بس کمک صحبت ادامه میتیم که شنیدم که از طریق ایبی هم ای کتاب فروخته میشه. دکتر سبم در کنار شما هست، بسیار مختصر اگر معلومات بدین که چطور از طریق ایبی هم یا درست است حرفی که من شنیدم؟ استاد معظم اینجا ما رفیقای بسیار صمیمی، شمارشان زیاد نیست، 3-4 نفر هستن، بسیار صمیمی هستن، دوستای بسیار نزدیک هستن. راستی برتون بگویم که هر کدامش حیثیت اولادای ما را دارن، اما کاری که اولادای ما برای ما نتوانستن یا مصروف بودن ادا نکردن، امینا در خدمت هستن و امی هر چیزی که ما خواستیم امینا در دسترس ما گذاشتن. اونا در می سمره بسیار زیاد کمک کردن. سوال در مورد چی بود؟ مورد ایبی بود. بله، دو نفر از همه دوستا که یکش جناب دکتر زاکر سادات، اینا هستن که از رای امازون و از رای ایبی همین کتاب
به دسترس مردم قرار میتن و یکشم نجیب یوسفی نجیب یوسفی هست که اونها امی کار میکنن و اعلان ازیر هم در انترنت اونا گذاشتن از رای ای بی و تا جایی که امکان داشته باشم و اشخاص بر کمک برشان میکنه که کتاب به خانه رسیده برشان به قیمت مناسب تمام شود. این همه دو نفر دوستان ما سخت سپاسگزار هستم که تا حال همی وظیفه را انجام دادن و از تقریبا از 5 بر اعظم از جای های مختلف فرمایش ها برشان آمده و اجرا کردن. اگر دکتر صاحب سوال از شما میپرسم ولی خواهش مایی است که جواب مختصر بتین چون بعد دیگه سوالات هم برسیم. در کل همی زندگی مهاجرت شما در لندن با زندگی هنری شما این شما راضی هستین از یک محیط خوبی برای اشعای کارهای هنری شما بوده لندن؟ بسیار زیاد بسیار زیاد. یعنی در این مسافرت طبعا در جای های دیگه در یک سال در پاکستان بودیم اونجا زیاد فرصت به لذی نداشتیم ولی در آخر اونا میخواستن که مرا در چرخ سیاسی شامل کنن. ما برشان گفتیم که از این کودکی از وقتی که دست چپ از راه شناختیم با سیاست میانه خوب ندارم، با سیاست مدار هم متاسفانه ندارم دیگه. اما رئیس جمهور فرانسه چی نام داشت در جنگ دوم جهانی هم شرکت کرده بود، نام از من لحظه فراموش پسان شاید یادم بیاید، اما گفته بود که اگه سیاست مدار به قول خود اعتماد نداره وقتی که ببینه که دیگرا به قولش باور دارم یا تعجب میکنه. دیگه سیاست و سیاست مدار اینا در کشورهای شرقی و در مخصوصا در افغانستان و در اروپیش افغانستان هنوز با پختگی نرسیده که آدم زیاد برش اطمینان داشته باشه. دیگه سوال شما در چه مورد بودم و شما پاسخ گفتین راضی بودم از زندگی اونه در لندن. دیگه در پاکستان یک سال بودم مقید بودم، اونجا آزادی نداشتم و تهدیدها شدیم از این طرف و این طرف، اما با لندن وقتی که آمدیم در اینجا آزادی مطلق است برای ما و از اهل خانه هم تشویق است، تشویق وجود داره، همین زمینه را برای ما مساعد ساخته که ما همین فعالیت هنری خود ادامه بتم سمانه ما در اونجا نمیبینم و برای نوشتن کتاب هم فرصت کافی داشتیم و برای فعالیت موسیقی هم فرصت کافی داشتیم. با چند نفر از دوستا و اینا من نامش استادی نمیمانم اما همکاری دارم، همکاری هم رایشان دارم، بسیار چیزا را من از اونا یاد میکنم، اونا از من شاید از تجارب من استفاده کنن یاد بگیرن. در همینجا ما فرصت مناسب دارم و امی کار انجام دادیم و راضی هستم از این شرایط. درست. یک سوالات کوتاه کوتاه نوشته شده، کسی نوشته که آهنگ ز خوشرابیم شعرش از کی است؟ اگه اشتباه نکنم از خوشحال بله. بابا است. از خوشحال خان خشک است شعر. بله ما از خوشحال خان. فکر میکنم که یعنی یک مضمون تکراری است برای دی که 300 300 سال پیش از خوشحال خان خشک حافظ شیرازی امی شعر تقریبا نزدیک به امی گفته که حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. اما 300 سال بعد از او خوشحال خشک می زخ شرابیم شیخ سر اثر جنگ کلی برخی ازلی دی کش که ما در زن پرنگ کلی. یعنی برای ما هم امی شراب خوری یا امی خرقه شراب آلود پوشانده شده، یعنی امی اجبار و مجبوریت ازلی امی آمده در ایسی مازی خاطر از ما گله نکنین. دکتر صاحب سوال میکنم، تشکر همه تو پاسخهای کوچک بتین. شما از خوشحال خطک بابا گفتین، در مورد اشعار باری جهانی که دوست شما از رفیق شما است یک نظر کوتاه شما رو میخوایم داشته باشم. عبدالباری جهانی سنتزیس که از تزیس و انتیتزیس رحمان بابا، خوشحال خان خشک و حمید ماشوخیل به وجود آمده. یعنی تیز و انتیتز یا تیزیس و انتیتزیس اونها سبب به وجود آمدن سنتزیس
عبدالباری جهانی شده، منتها عبدالباری جهانی یکی خو در موسیقی بسیار وارد آدم است و به نهایت شوق داره، اما وزن اشعارش به حد دقیق است که اما هر شعر از اون که ما اما اول میبینیم در نگاه اول کمپوزش وقت ساخته شده پیش از پیش، اما قدر بر یکی از خوشحال خان خرسک، یکی از حمید ماشوخیل، فورا اما شعرشان اما میتونم چی کنم کمپوز بسازم برش. و خوبی دیگه که هست که امی 35 سال شرایطی که در افغانستان آمده انعکاس از دوره باستاب از دوره مد اشعار عبدالباری جهانی از امی آغاز کودتای ثور تا بم امروز در هر حرکتش در هر روزش من طور میبینم که در اشعارش همه چیز آمده. تشکر دکتر سب که فرات میکنه، واقعا شاعر بسیار ماندگار است، عمر دراز برشان میخوایم. اجازه بدین همینجا یک دو سه دقیقه یک آهنگ پشتو که شاید هم شعرش از استاد باری جهانی باشه با بیننده عزیز یک جا ببینیم. یک آهنگ پشتو داریم آقای شریفی، آهنگ میهنی هم هست. آهنگ ها را مختصر نشر بکنیم. بله خب، پس تا آهنگ آماده شوه پس جواب ها را دکتر صاحب لطفا مختصر بگیرین. چند دوست پرسیدن که شما رابطه تان با شادروان احمد زایر چگونه بوده و آیا هم آهنگ مشترک خواندین یا خیر؟ روابط ما به نهایت دوستانه بوده، خداوند مغفرت کنه اونها را. ما یک در بعضی از هنرمندا همین صفت ما یافتم که هیچ نوع رقابت با کس ندارن، هیچ نوع دشمنی با کس ندارن. احمد ولی و احمد زایر از همین جمله همین هر دویشان همین نام چی بودن، هیچ وقت بدی کسی را نگفتن و بدروادار کس نبودن، روابطشان هم رای ما به نهایت نزدیک بود. ای که ما یک خواندن هم رای شنا چکرم آل ما یک آرزو دارم که هم رای هر هنرمند که در اینجاست هم جوانا و هم رایزنا یک خواندن دو خواندن به طور مستقل ثبت کنم. امی کار شروع کنیم با دو سه نفر هنرمند تا حال امی را خواندیم و آرزو دارم هم کسایی که هستن با کل از اینا بخوانم. با احمد زایر چطور شد؟ امو خواندن خود از اونا خوش کردن یک وقت، شنیدن گفتن امیر میشه که یک جای بخوانم، گفتم چرا نه. باز گفت شعرش، گفتم شعرش از ماست کمپوزش چیز هندی است، خواندن هندی است مگر دو کم واره تغییر آورده. دیگه باز امو شعرش برش نوشته کردم، امونجا خواندم، باز دمی شعرش خبر دهید به سیاد ما که ما رفتیم با فکر سید دیگر باشد و شکار دیگر. او داخل یک چیز راگ است که خود دمی راگ دیست امون شیرمه در او یک کم واره چی نشان داد، تزلزل نشان داد. گفته چطور؟ ما گفتم نه بدون از می شعر بخون. گفتم میره میشه که خواهش کنم از شما که میرم برای ما شافر دشه شما بخون. گفتم هزار کرد، بازم او را خواندم. اکثر هنرمندا میره چکن که چرا با یک شافر اکتفا کردی، چرا کل خواندن برای شریک نخوندی؟ باز ما میره گفتم بسم فقط اینه خودش از ما خواهش کرده می چیزه. بسیار جای تاسف است که نتونستم خواندنهای دیگه هم را از اونا ثبت کنم. تشکر دکتر، باشه و روان شاد باشه. تشکر بینده های عزیز، قرار قسم گذاشتیم با دکتر صاحب ناشناس که به تلفن ها پاسخ نمیتیم، عذر ما را بپذیرین، لطفا زنگ نزنین. بسیار زد تشکر از لینا کاملا پر است. خب یکی دو دقیقه یکی از آهنگای دکتر صاحب میشنویم. وطن از کنار تو گر رخت بستم، ولی بر دیار دیگر دل نبستم. در این غربت آباد تا زنده هستم، تو را دوست دارم تو را می پرستم. ای وطن عشق فیروزان تو را، آتشی نخبر تابان تو را. ای وطن عشق فیروزان تو را، آتشی نخبر تابان تو را. سرخی چهره خندان تو را، نفس گرم شتاب دارم. وطنم شهر تو را، مردم صاحب ایمان.
رادیو کوه و بیابان تو را، شفق سرخ درخشان تو را، رادیو کوه و بیابان تو را، شبنم و نم نم باران تو را، سبز زاران بهاران تو را، دوست دارم گل و بستان تو را، لاله رست و دامان تو را، دوست دارم وطنم شان تو را، مردم صاحب ایمان تو را. سبز کوهستان تو را، رود نیلا به خروشان تو را، موج دیوانه و غلطان تو را، دوست دارم چمنستان تو را، بلبل مست غزل خان تو را، دوست دارم وطنم شان تو را، مردم صاحب ایمان تو را. مستی نرگس چشمان تو را، جنگل پسته خندان تو را، مستی نرگس چشمان تو را، جنگل پسته خندان تو را، نگاه مست غزالان تو را، نرای های های چوبان تو را، دوست دارم دل سوزان تو را، پنجه میخانه گرامی با جان برابرم، خاک تو توتیایم و سنگ تو گوهرم، بودم بر آستان تو یک عمر بندوار، وا حسرتا که بنده مهجور زاندرم، دوست دارم وطنم شان تو را، مردم دکتر صاحب شما خوشبختانه با جوانان هنرمند روابط بسیار خوب دارین، نیا آهنگ با آرش جان فروخ اجرا کردین. در این رابطه میخوام بپرسم که در کل نظر شما، یک نظر اجمالی شما در مورد هنرمندای جوان و نو چی هست، چگونه میبینین رشد هنر در داخل افغانستان در بین آوازخوانان جوان و خارج از افغانستان؟ استاد معظم در افغانستان وقتی که بودیم یک هیئت برای ازبی مسائل مکلف و معذب شده بود که امی اشخاص که میاین میخواین شامل امی هنرمندایی که فعال هستن و در رادیو ثبت میکنن امونا را باید از زیر نظر بگذرانن و اگر قابلیت زیر نداشته باشن امونا را مانعی شون تا زمانی که میرسانن خود و امونایی که موفق میشن امونا را شامل بسازن و آهنگایشان را ثبت کنن و به نشر برسانن. امی چیز موجود بود، متاسفانه در خارج آمدیم امون مسائل نیست. از این خاطر هر کس به نام هنرمند یا غیر هنرمند امونا که آمدن خواهش کردن آهنگایشان را مصرفی که لازم بوده خودشان از جیبشان کردن و امون کلیپ آماده ساختن و برای نشر آماده ساختن و اونا را نشر کردن. متاسفانه امی نشیب و فراز در بینشان هست، کسایی هستن که
آمادگی هنوز ندارن یا فرض میکنم استعداد طبیعی ندارن، آواز طبیعی ندارن، اونا هم آمدن. یعنی کیفیت یک کم باره پایین آمده، برای ازی که نه شعر سانسور میشه و نه اشخاص مکمل همطور که لازم است سانسور نمیشن. از این خاطر همین چیزا هست، ولی در بینشان امیال هم ستاره های درخشان آمدن و ادامه میشن. ما امرای از دو نفر از اینا که یکم آرش فروغ است، بسیار جوان با استعداد است، به نهایت استعداد است، بسیار زحمت کش است، پشتکار داره، با یکی هم خوششام خوششام هست که خوششام هم بسیار ورزیده آدم است، در نواختن هم در آوازخانی هم بسیار ورزیده آدم است. یکی دو خواندن امرای دونا هم ثبت کردیم و امرای دیگرا هم برشان همشان گفتیم که دل بیغم بیاین، هم کسایی که ما انتخابشان میکنم و وارد هستن، اما نام میاین و امیالم دو سه نفر دیگه زیر نظر هستن که باید بیاین. و همی سلسله را تا زمانی که زنده هستم کتاب موضوعش خلاص شد و آل موضوع یک کتاب دیگه است که ناشناس ناشناس نیست، از دکتر صاحب صبور الله سیاسنگ که وام انقریب تیم یک ماه یک نیم ماه باید همو هم از طباعت اینا برایم و تبدیل شوه. امی هم یک کتاب است که برای اولین دفعه در افغانستان حتی در آسیا یک بیوگرافی یک کس نوشته میشه به شکل بسیار خوبش. اونا هم اونا هم روی کار می اینمی چیز هست که هم اگه زیر دست هست و اقدامات به هر کدام ازی شده و انشالله انقریب بیننده های ما و شنونده های ما شاهد ازی خواهد بودن که من می کار رو به سر می رسارم. بسیار خوب. از هنرمندان خانم نام نگرفتین که از نوها به آواز کی بیشتر علاقه دارین، آوازهای کی رو بیشتر می پسندین؟ نام خدا تعدادشان زیاد هست. استاد معظم امی رفقا شمارشان زیاد هست و راست ما برستان بگویم که ما در این وقتا چون مصروف من نوشته بودم برای 4-5 سال از تلویزیون یک ذره دور بودیم، نتوانستیم که منظم همه از اینا را ما ببینم، لیکن همه کسایی که هست خب از فرهاد دریا را ما هیچ گپ نمیزم، به خود صلاحیت نمیزم، او دم و معراج خود قرار داره، هر حرکتش آگاهانه است، در انتخاب شعر حرکتش آگاهانه است، در انتخاب کمپوز برای ازو حرکتش آگاهانه است، همکاری با هنرمندای خارجی و داخلی و فعالیتی که در کشورهای مختلف میکنه همگیش تحت یک پروگرام منظم است که او را ما امی صلاحیت در خود نبیمونم که سر ازو قضاوت کنم. هنرمندای دیگه هستن که اونا را ما خوش دارم، جناب نجیم نوابی هنرمند بسیار خوب ما هستن، احسان امان احسان احسان امان اینا هستن بسیار ورزیده هستن، جاوید شریف هستن بسیار ورزیده بچه هست و آینده بسیار خوب داره. خب از شریف غزل چیزی نمیگم، او در حد استادی است و ما صلاحیت در خود نمیبینیم که در مورد از اینا. از نعیم نظری در صلاحیت خود ما نمیبینیم که سری از اونا ما بگویم که خوب است. ما را به حس خوشیم می از روی از اونا، آدم های بسیار ورزیده هستن در اهل خرابات و اینا. وحید قاسمی بسیار فعال است و بسیار کار میکنه در این راه و هم بسیار پیشرفت داره. دیگه حافظه تشکر دکتر صاحب که فعالیت میکنم. تشکر. اجازه بدین که آهنگ پشتو را وعده کرده بودیم نشر میکنیم و بعد از نشر از این آهنگ و سوالاتی که از طریق فیسبوک مطرح شده هم پاسخ را میکنیم. همطوری که گفتیم وقت برای تلفن متاسفانه نداریم. درست. فقط پارچه ها را مختصر بسیار مختصر نشر میکنیم. Parvan devatan
خورده پر هر کام بانده لغات و کفن مانده هر کمیز میتن کام بابا گورده پر هر کام بانده لغات و کفن مانده هر خاتو لیت مال بین و رنگ رنده لفر نورو دل شوی شمن مانده هر خاتو لیت مال بین و رنگ رنده لفر نورو دل شوی شمن مانده تن سهار دی کلق بانده محمد مانده کپنی دی کپر وانده که دارین فقط مختصر عرض کنین دکتر صاحب در طریق سکایپ داریم دکتر صاحب سلام خدمت شما آقای آریان گرامی و از طریق شما با حضور دکتر صاحب صادق فطرت تقدیم میکنم من میترسم که بسیار مختصر صحبت کردن ندارم بله. موضوع یه طرف که من بسیار خود بودم که پایم براجو باز شد وقت ما پرنامه اطفال می رفتم یک جوانه که دیدم که جوانه برازبک در شگه که بسیار خاکی می پرد یک عینکای دودی بچه شم می زد خیلی داکتر سب ناشناس بود داکتر سب صادق فطرت از اون وقت ما با آواز شد ما در خانه کاکای ماشناسیم یک کاکاییم که خسروی کاکای همیشه آوازای داکتر سب می شنیم و ما هم از اون وقت آواز ناشناسیم اما آشنایی نزدیک ما سالای بسیار بعد شده بیاد درست بیاده برید که چی وقت مثلا ما در مسکر و باز با هم دید و بازید داشتیم خود در کابل حتما میدیم چون داکتر از ما کده من نمیدم کاله بگیم که چقدر سنشان هست خوشن در کتاب خود نشته کده کاله سنیم از 80 بالا رفته من اینه حال 71 سال هستم شاید این 10 سال از ما کده سنشان زدتر بوده باشه به هر حال دوستی ما در مسکر شروع دست میخونم زیاد شد ما یکی دوبار با هم میدیدیم یکی از خاطرات شیرین یست که ما و زایر وایدا به دیدار دکتر صاحب رفتیم که در وزار واز کرد گفت که خدا شما را خیر بده که آمدید من میترسم که یکان رو صحبت ها بخیدیم که مردیم و هیچ خبر نداره اون رو سرخنده کردیم یا مثلا این خانه آمده بود خب میدا بود که من مریض بودم آمده به خانه که پشت دروازه یک پرده نوشته بود که طلب بناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازک تازنده ای گزن نمان خب هر حال ما ارتباطات بسیار زیاد داشتیم آواز خود دکتر صاحب ستاره درخشان موسیقی آسمان موسیقی افغانستان است افتخار افغانستان است و انسان بسیار شریف انسان بسیار خوش صحبت و ما با هم شوخی بسیار شوخی هم میداریم شوخی های پسوی های بسیار مختلف بلد. اما آدم عارف است آدم عالم است عجیب است دانشمند است و همچنان در آوازخانی موسیقی همون از قسمی که شما میدن چیزی که حیان است چی حاجت با بیان است گذشته از او در سال آخرین باره که داکتر من دیدم سال 1970 بود برای که اینجا برای ثبت سرود ملی تشریف آوردن آلمان در منزل ما یک روز می آهنگ باز تمرین کردیم و باز امیر سرود ملی هم به تنهایی هم سرودن دو خواهش هم وقت دولت افغانستان که داکتر ناشناس امیر تمام بخواند و همراه با خواننده سراینده های دیگه امیر سرود ملی هم ثبت کرد بعد از اون تلفن های داریم بعد وقتا مزاحم میشن میشم جر و بحث میکنیم گپ میزنیم با ما نظراتشان گوش میدم اینا کتابشان هم با ما رسید توسط یکی از اقارب محترمشان که در هانوور هستم و ما در حدود 60-62 صفحه کتاب خواندم بسیار جالب است و آدم از خواندنش سیر نمیشه منتها باز برادر امور تسلیفی خانه آمد برادر کلان ما از دوستای دکتر ناشناس است او گفت این کتاب بر ما بده کتاب موشدار ما حال پشیمان هم نیستم بلی که فعلا هم این برادر هم بسیار شدید مریض از شفا خدا من شفا بتشان بله تکلیف گرده دارم و به حد نشان خاطرش هستیم اما ما در مشهد 62 صفحه هم میخوایم همیاله از دکتر ناشناس یک جهان تشکر کنیم سپاسگزار هستم البته ورق دادیم دیدیم که این هم
چیزایی که در کتاب نوشته است، موضوعات تصوفی، موضوعات علمی، ادبی، شعری، موضوعاتی که پیام در شعر و مثلا در موضوعات مذهب و دین و تاریخی از که نظریات شعرهای قدیم، شعرهای باستان و فلسفه قدیم، حتی از کارل مارکس و اینشتاین و مقایسه که با هم کردن با نویسنده و شعرهای قدیمی فارس یا فارسی دری، قابل قدر است که طبعا اشعار که خودشان سویدن و اشعار خودشان از شعرهای دیگر یعنی اثر بسیار ارزنده است. و ما البته با جزئیات تشکر یادداشت کردیم که او را نمیخوای وقت شما را بگیره، وقت شنونده ها را با هر وقت مساعد شد از خود دکتر سه پرسان میکنم و یکیم دارم که بالا تو میربانی که همیشه دارم باز موضوعات برای ما تشریح میکنم یا در باز موضوعات میتونیم با هم باز صحبت کنیم. تشکر بسیار لطف کردین. پیشتر دکتر سه گفتن که متاسفانه آنچنانی که انتظار داشتن هنوز از نخبگانی که باید نقد نوشته میکردن یا تبصره‌ای می داشتن چون این چیزهای هنوز نشنیده، ولی هنوز ما فکر میکنم که بسیار زود است و در آینده شاید که بسیار زیاد نوشته ها در قبال از این کتاب انتشار بیافت. تشکر استاد وسا، بسیار زیاد لطف کردین. زنده باشین. دکتر صاحب وسا صاحب هنوز هم روی خط داریم، استثناءً یک بواسطه صاحب داشتیم امشب در برنامه که نظر روی این اثر پربار هنری شما داشته باشن. خب تشکر وسا صاحب، بسیار زیاد لطف کرده. آقای عالی رمیر در اون بازی بگونه که من اینجا صحبت میکنم و من نمیشنم بسیاری چیزایی شده. درست، فقط آقای وسا بودن بر شما سلام و احترام تقدیم کردن و از کتاب شما ستایش کردن. شما چیزی پرسان کردین امور من نفهمیدم. بله خب سوال ما بیشتر نداشتم. جناب دکتر صاحب ببخشید، آقای ببرک وسا در روی خط بودن و اونا نظر خود در مورد اثر شما ارائه کردن و دیگه چیزی نبود. تشکر. فعلا یکی از آهنگای شما را حدود 2-3 دقیقه میشنویم. بینیدای عزیز، قسمی که گفتم ما با تلفونا پاسخ نمیگیم، وقت بیشتر نداریم، فقط با بعض سوالاتی که از طریق فیسبوک مطرح میشه پاسخ میدیم. خب دکتر صاحب، در مورد ای اثر شما دوستای زیاد پرسیدن که از تا ای که شما جواب بدین من برشان میتونم جواب بدم که این اثر میتونن که در اکثریت خوراک فروشی های افغانی در سراسر اروپا به دست بیارن و همچنان این اثر میتونن که در از طریق ای بی هم به دست بیارن. این معلومات هم دارم که ما خدمت شما تقدیم میکنم. فعلا یکی از آهنگای دکتر صاحب کوتاه با هم میشنویم و چند سوال دیگه هم برمیگردیم به دکتر صاحب.
سر زده زمین سوز من زمین پسانی زدنی پادا ماما پاپا دادا تا پسانی زدنی پادا ماما پاپا دادا پاگرگا تاره نیزا ماما پاپا دادا تا پاگرگا تاره نیزا ماما پاپا دادا پای مزد بابا باز نسترم سر زده زمین سوز سر زده زمین سوزن آدمان لال دردمان سبز در چمن سیر باغم نو بهار من ای نگار من ای نگار من گلزار من یک دمه بی ها به شکل قرضه از طریق تارگو بانک نیز میسر است. بله. اگر دکتر صاحب زاکر شاه سادات آواز ما بشنوه یک دو سه جا پرسیدن که نمیفهم تا چه اندازه حرفشان درست است. نوشته کرده که من تلاش کردم در داخل سایت ای بی نیست و همچنان در آمازون هم کتاب نیست. در آمازون شما هم کتاب سپردین یا خیر دکتر صاحب سادات؟ در ای بی موجود است با عین نامی که در پشتشان به انگلیسی نوشته است. بله. حساب ما یک بار دیگه ایران نزدیک به کمره میکنم. بله. تا بتانن دوستای ما دقیق ببینن. بله. Half of century. بله. With a melody of nationals. با می نام با می تصویر در ای بی موجود است. البته در دو اکاونت در ای بی موجود است، یکی برادر ما به نام نجیب جان است و یکی نجیب یوسفی. نجیب جان یوسفی و یک بخش هم ما مسئولیت به دوش گرفتیم. تا به حال با دوستای مختلف ما در گوشه های مختلف از دنیا به شمول استرالیا و امارات عربی و امریکا، بله، البته کشور اروپا که کاملا قبلا شامل بوده، ما خودم فرستادیم و الان موجود است اونجا، یعنی اشکال وجود نداره. بایی تشکر بسیار زیاد. ما چند دقیقه وقت بیشتر نداریم، برمیگردیم با یک سوال بسیار کنه. دکتر صاحب ما چند لحظه پیشتر یک آهنگ را نشر کردیم که فکر میکنم ابتدا او را شادروان زلان خوانده بود، ای نگار من، و شما با یک طرز نو یک اسنی که بسیار در کار شما هست که شما یک چیز یک آهنگ سابقه رام یا کونه رام که میخوانین او را اشعار نو برش جا میتین و بسیار زیبایی ها و ظرافت های است که قابل تحسین است. سوال ما در اینجا است که شما چگونه روابط داشتین با شادروان زلان، با استاد خیال، در مجموع فضایی که شما آغاز کردین در کار در اوجه؟ اینو بعضی ها میگن که موسیقی محدود بود به چند شخص، به چند آوازخانه. همیشه ما از گذشته زیاد تعریف کردیم، ولی نظر شما رو میخوایم داشته باشم که فضایی که شما در رادیو دو سالا آوازخانی میکردین چقدر برتان مساعد بود؟ مساعد سابسیار حد بود برای ما. ما اول که آمدم در رادیو با عنوان ترجمان و نطاق پروگرام اردو، بله، در سال 1951 میلادی در رادیو شامل شدم. ما و در اونجا ما البته کار ما دایرانم ترجمه و نطاقی پروگرام اردو و اخبار و اینا رو در پروگرام اردو میخوندم، اما دقیقا چیزی که رابطه قلبی ما بود اما نوازنده ها و خواننده هایی که به رادیو می آمدن و اونجا می خواندن در استودیو، ما از استودیوی کوچک خود اما استودیوی کلان می دیدیم که در اونجا نوازنده ها و خواننده ها و اینا می آین، ما دقیقا امو زیر نظر ما بوده. بله. زیر نظر ما بوده و رابطه قلبی ما با اونها بوده. دیگه استاد قاسم بزرگواره خدا مغفرت کنه، اونا هم در اونجا می آمدن، اما اونا رو می دیدم و خواننده ها و نوازنده های دیگر هم می دیدم از اونجا. در بین از اونا استاد زلاند به حیث منتظم پروگرام
موسیقی یا مدیر پروگرام موسیقی اونا کار میکردن. باز یک وقت بودن که استاد خیال به حیث مدیر موسیقی رادیو افغانستان بودن، اونا اونجا کار میکردن. ما و استاد زلان فقط رابطه یک دفعه دو دفعه برای یک چند دقیقه محدود داشتیم. دیگه اونطور که نشست و برخاست با هم داشته باشیم، روابط نزدیک رفت و آمد داشته باشیم، اما اونا نبوده. اما تمام زندگی همون چیزی که بوده اگر کلش جمع کنیم از چار دقیقه پنج دقیقه صحبت ما زیادتر نبوده. بخصای مختلف برای یک دقیقه یک سلام علیکی یا یک جورستی بخیرستی زیاد ارتباط نبوده. ولی در زمان از اونا ما به رادیو آمدم و موجه شامل شدم و در کتاب خود امی موضوع رو امونجا ذکر کردیم. در کتاب امونجا هست امی چیزا. در مورد امی ابتدای موسیقی ما اونا هم چیزی هست. امی نیم کتاب ما تقریبا برای فهمیدن نیم دیگه هست. یعنی نیم اول که سر تصوف گپ زدیم، سر پیام و سر اشعار و سر زنا گپ زدیم، سر صنایع شعری گپ زدیم. برای ما یکی از دوستای بسیار محترم عبدالله شادان، یک پژوهشگر بسیار دقیق ما، جوان ما، اینا از ما برای ما گفتن که می علم بدیع را لازم نبود بیارید کتاب. باز ما برشان همین موضوع رو توضیح دادم، گفتم هنرمندای ما 98-99% اشعار دیگه کسا برش میتن، کمپوزش دیگه کس برش میسازه. یعنی اشعار یکی برش میته، کمپوزش یک کس دیگه، یک کمپوزیتور عموم میسازه، چیز کمپوزر عموم میسازه. دیگه صلاحیت از این حتی ندارن که امو شعر خوب و شعر خراب تشخیص بتن. باز اگه شعر تشخیص بتن کمی شعر خوب است، در شعر 12 بیت 10 بیت 12 بیت میباشه. کدام بیت هایش برای دید که ما فقط در یک خواندن 3 بیت 4 بیت میتونه بگنجانیم در 5 دقیقه 6 دقیقه خواندن. در او کدام بیت ها را به حیث پیام انتخاب کنن، این همی صلاحیت اکثر هنرمندای ما نداشتن. انگوش شما رستن همتون کسایی که همی صلاحیت داشتن. دیگه از این خاطر ما امی موضوع رو در داخل کتاب آوردم که امی صنعتای شعر ها رو که کدام شعر خوب است کدام شعر خوب نیست، امی نارم تر آوردم و میلی چی کدام. دیگه رابطه ما با استاد زلان بسیار عادی و بسیار خوب بوده، اما